کاربری رمز عبور رو عملا در اختیار شما بذارم و شما شروع کنید معامله کردن. حتی اون کیف پول دوستمون که لاک شده بود، من بالغ بر 10-15 تا پیام داشتم دایرکت به من میدادن که ما مثلا 10,000 تا میگیریم براش باز میکنیم. خب خیلی ریسک کلاهبرداری هم زیاده دیگه، شما داریم سند میزنی به نام کسی دیگه، تموم شد یه دفعه بره دیگه، دست به جایی هم من نیست دیگه. لذا این راه حل وجود داره. داستانی که فقط پشتش بیا وجود میاد بحث مالیاتشه. خب خیلی دقیق چک میکنن. الان ما توی ایران داریم میخریم میفروشیم، شاید جز معدود جاهایی تو دنیا هستیم که روی سود یا خرید و فروش مالیات نمیده. شما الان رو کریپتو شما سهم هم میخری میفروشی، ضرر هم بکنی مالیات میدی، مالیات بر درآمد میدی. میدونید که تو اون ریز هزینه ها برین مالیات بر درآمد. حالا خیلی بحث روش که سالیان ساله که میگن آقا این طرف ضرر کرده چجوری میخواد چک کنی، ولی پول رو میگیرن دیگه. اما حالا فعلا کریپتو کسی سوال کسی دیگه ای نیومده. انواع روش های معامله گری هم توی این بازار، دیلی تریدر هست، این هودل تریدر ها هستن که میان و برای بازه بلند مدتی نگه میدارن. خرید فروش رمز ارزها رو که یه فصل کامل شما توی چیز دیدیم، توی نوبی تکس من پیشنهادم توی ایرانی ها بود و خرید و فروش به ارزان ترین قیمت و فروش، خرید تو ارزان ترین و فروش در گران قیمت ترین که توی مثلا نمونهاش میتونستیم توی بیس اکسچنج بگیریم که اصلا KYC هم نمیخواست، یا اگر KYC میکردی یه مقدار تخفیف بیشتری توی چی میداد، تو کارمزد میداد. همه اینا رو گفتم به یه چیز قشنگی برسن که بگم اون راهکاری که بهتون گفتم که امکان پذیر هست باید جوانبش رو بررسی بکنید، میتونید از ظرفیت دوستاتون یا حالا بستگانتون استفاده بکنید، با ریسک بالا هم هست، میاد در معاملاتی به نام CFD. توی معاملات CFD قرار میگیره. یک ما چند تا اصطلاح داریم توی خدمتتون عرض شود بازارهای مالی که خب اینا هر کدوم یه معنای خاصی میده. CFD هم Contract for Difference، من اینو براتون اینجا بنویسم، تفاضل قیمته، معاملات تفاضل قیمته. یعنی چی؟ من بدون اینکه بیت کوین رو بخرم، بدون اینکه یه کیف پول سخت افزاری بخرم، بدون اینکه هزینه های مترتب انتقال رو شبکه رو پرداخت بکنم، بدون اینکه مالیات حالا مثلا رو کارمزد این یارو صرافی ها رو پرداخت بکنم، میتونم از نوسانات قیمت بیت کوین سود کسب بکنم. یک توافق بین دو طرف معامله در خصوص باز شدن و بسته شدن قیمته. ارزش یک قرارداد CFD بر اساس تفاوت قیمت هایی که گفتم محاسبه میشه. یعنی اگر مثلا من توی حالت CFD ببندم تو حالت نزولی، یعنی بازار که داره میریزه، مثلا میگم بیتو الان به فرض 50، من پیش بینی میکنم میره 40، پس همین الان 40 میفروشم، 50 میفروشم، 40 میخرم، تفاضلش میشه چی؟ 10 تای مثبت. چی شد؟ یه بار دیگه توی قراردادهای فیوچرز و قرارداد CFD به این صورته که شما به یه قرارداد تاریخی در آینده شما داری یک چیزی رو میخوای بخری. الان چنده؟ 50,000 تا. رو 50,000 تا میخری یا میفروشی تو هر دو حالتش، چه بالا چه پایین. میگم تو حالت نزولی رو 50 میفروشی، رو 40 میخری. چی رو؟ هیچی رو، یه عدد و یه کاغذ رو میخری. بازار سعودیه الان 50 است، میگیم 70 پیش بینی کردی 70 دیگه، 50 میفروشی رو 50، ببخشید رو 50 میخری، رو 70 میفروشی، این اثبات میمونه. و خیلی راحت از این فاصله گین میگیری. یه دوستی داره میگه این روش کلاهبرداری هم گفتم مثلا میخوام منابع مالی مردم از دستشون در، این قمار میمونه. و متاسفانه این صرافی ها بلدن کارشونه دیگه، میارن شما رو سمت، یعنی هولت میده سمت اینکه شما چون یه درصدی از اینو بعد دیپوزیت کنیس نزد اونها دیگه، بیت هم که نذاشتی، حالا میتونن ازت بیت بگیرن، میتونن معادلش دلار تتر بگیرن یا دلار فیات بگیرن. شما معادل یه عددی رو میاری، مثلا 5,000 تا میریزی به حسابش. اتفاقی که میفته یه چیزی به نام لورج وجود داره، میگه اگر تو این نوسانات روزانه رسید به یه همچین عددی،
مارجین کال میشی، با لگد میندازد بیرون، یعنی همه پولت از بین میره. شبیه بورس اوراق بهادار این معاملات، و تفاوتی که با چیز داره، با قرارداد آتی داره، اینه که تو قرارداد آتی شما یک تاریخی رو برای چی میبینی؟ برای کلوز کردنش میبینی. یعنی بالاخره این قرارداد یه جای اوپن شده، یه تایمی باید کلوز شه. تو اون تایم کلوز دیدیم مثلا میگن بیت کوین احتمالاً مثلا یه خورده ریزش داشته باشه، چون داریم به پایان قراردادهای آتی سی ام ای شیکاگو نزدیک میشیم و یه عرضه زیادی به وجود داره، و میدونید که دلتایی که بین عدد قیمت، تفاضل قیمتی بین مثلا بازار فیوچرز و بازار کارنت پرایس یه عدده، یعنی بازاری که قرارداد آتی داره، یعنی پیش بینی کردن در آینده به این میرسه، با بازاری که در همین الان رو تابلو داری میبینی با دی او ام مشخص، یه تفاوتی وجود داره. مثلا چه میدونم بگیم یه عدد منطقی بگیم، 1% 50,000 میشه چقدر؟ 10^5 میشه 5، یه میشه $500. ببینید مثلا 1000 تا یه خورده بالاتر پایینتر تفاوت وجود داره، و وقتی که این میره بالا تو فیوچر میره بالا، فیوچرز میره بالا، کارنت هم میبره بالا و بالعکس. و عرضه هایی که تو بازار آتی فیوچرز انجام میشه باعث میشه که چون میخواد بفروشه بیاد بیرون دیگه، کلوز کنه بیاد بیرون دیگه پوزیشنشو، باعث میشه که چی؟ قیمت کارنت هم تأثیر بگذار باشه. اما یه چند لحظه آقای قیصری صبر کنید، من میکروفون شما رو باز میکنم، یا الان باز میکنم، فقط عرض من تموم شه شما صحبت رو ادامه بدید. در خصوص کارمزد ها هم توی CFT ما کارمزد داریم. کارمزد رو به کی پرداخت میکنی؟ به صرافی، به بروکرت پرداخت میکنی، اما مالیاتی نداره، چون شما جنسی رو نخریدی که بخوای بفروشیش. جذابیت قراردادهای CFT برای بیشتر سرمایه‌گذاری نهادی هستش که هم خودشون رو نمیخوان درگیر انتقال بیت کوین رو شبکه و هزینه های انتقال، دیدیم مثلا چند الان $19 شده بود، من یه ذره بالاتر پایینتر، هزینه های انتقال بیت کوین روی شبکه هست، دیگه نمیخواد اونو خودش درگیر اونا بکنه، اون پول جابجایی بده، یه مالیات هم پرداخت بکنه، چون جنسون که نخریده، روی پیش بینی کرده بر روی قیمت. خب آقای قیصری اگر چیز هست میکروفونتون فکر کنم بازه، میتونید صحبت کنید. صدای شما رو من ندارم، میکروفونتون بازه، ولی شاید بعد صدای میکروفونتون رو بیشتر کنید، صدای لپتاپتون رو تغییر بدین، از هدست استفاده کنید که راحت تر باشه. صدای قیصری رو داریم. آقای قیصری میخواین صحبت بکنید یا اینکه نه؟ میکروفون رو درخواست کردیم، من فعالتون کردم. خب همچنان که ایشون سعی میکنن میکروفونشون فعال شده بتونن صحبت کنن، خب منتظریم شما صحبت بکنید، صداتون پخش میشه، ولی من هنوز صدای شما رو ندارم. اگه مشکلی دارین توی اتصال با دوست پشتیبانمون آقای طهماسبی صحبت بکنید، اون بالا هم میتونید پیداش کنید، براشون مستقیم پیام بزنید بهتون کمک بکنن. پس ما یه کارمزد توی معامله پرداخت میکنیم اما مالیاتی بابتش نداره، و این جذابیت بازار CFTه. مزایایی که توی این میتونیم برای CFT متصور باشیم، اهرم داره که این لیوریج رو که تو همش می‌بینیم، مارجین رو می‌بینیم، در هر دو سوی بازار قابل معامله است، یعنی چه بازار سعودی باشه چه نزولی. ما توی بازار بورس تهران فقط یک طرفه داریم و شما با همراه با رشد بازار سود می‌کنی. اگر بازاری دو طرفه بشه، یعنی تو زیان هم بتونن، تو نزول هم بتونن منافع کسب بکنن، بازار یه مقداری متعادل میشه. اون اتفاقی که عرض شد توی خدمتون عارضم بازار بورس نیویورک افتاد، مبنی بر اینکه یک سری آدم ها اومدن توی گیم استاپ گفتن که مثلا این صندوق ها و هج فاند ها بیچاره کردن ما رو، بیم اینا مثلا چون پوزیشن های چیز میبستن روی سهم و خاک بر سرش میکردن، بعد میوردنش بالا، هم تو ضررش تو ریزشش سود میکردن، هم خودشون هم میوردن بالا توی سودش، و مردم از جیب مردم پولدار می‌شدن. اینا اومدن با هم تو ردیت با هم بستن و یه دفعه شد اون به قول معروف پویش عجیب و غریبی که در عرض چند ساعت
بالای 30 میلیارد دلار به یه سری صندوق ها زیان زد. فکر میکنم آقای قیصری منظورشون این دلتای بین current price و فیوچرز بیت بود که میفهمم 500 دلاره. درسته؟ فرمایشتون این بوده؟ خب نیم درصد کارمزد داره، انقضا به لحظه دلخواه هست، در صورتی که تو بازار فیوچرز شما به تاریخ متحدی، مثلا یه قراردادی خریدی به سررسید 4 ماه بعد، تو تاریخ 4 ماه بعد یا تا اون تاریخ باید ببندی، اما توی سی اف تی اینجوری نیست، محدودی هر لحظه که خواستی میتونی ببندی، یه مقدار فلکسیبل تره، ضرر بست هم که داره، یعنی استاپ لاس که تا هر جایی که رفتم میخوام همینجا خارج بشم که مارجین کال نشم که دوباره مجبور شم شارژ کنم حسابم. دوستانی که تو بازار بورس، تو بازار طلای تهران اون سکه آتی سکه کار میکردن خاطرشون هستش که یه دفعه توی تایم قیمت یه دفعه رشد کرد و بعدش نزول کرد، اکثر قراردادها رفت توی این مارجین کال شد و مجبور شدن تو بازار جبرانی عرضه بکنن، اکثرا هم حساباشون شارژ نکردن. یه تو بازار جبرانی هم دیدیم صرافی با حجم زیادی از قراردادهای منقضی شده، قراردادهایی که قرارداد سکه و شارژ هم نشده سمت چیز مواجه شدن، قصه های عجیب غریب خودش. معایبی که داره، مالک هیچی نیستین شما، یعنی شما هیچی رو میخرین و هیچی رو میفروشین. این تیکه چیز یادتونه توی گرگ وال استریت، این جردن بلفورت و اون سرپرسته برده بود نهار بخورن، بعد اینجوری اینجوری هم میزدن به سینه‌شون، میگفت تو یه هوایی یه چیزی، تو یه گازی رو میخری، یه هوایی رو میخری، هیچی رو داری میخری تو. این دقیقا همینه و همون هیچی رو میخرن، هیچی رو میفروشن، یه کارمز از این وسطش اون صرافی زرنگ میزنه به جیبشو، به هر حال اونایی هم که توانای معامله تو این بازار سنگینه دارن ازش گین میگیرن. مالک هیچی نمیشین، اهرم مالی که به قول معروف داستان معایبش اون مارجین کال است که اهرم به شما میده، یعنی 10 برابر 100 برابر میده، اگه یه دلار بیاد پایین با اون 100 دلار، 100 برابری که اگر فرضاً گرفتی لورج 100 دلار شما ضرر کردی. پس دقت داشته باشین اهرم گرفتن تو بازار که داره میره بالا خیلی شیرینه، ولی به لحظه که یه ذره میاد پایین تر اوف از بین رفت. ریسک بالاتر از خرید سهام داره این کار و بیش از حد به دلیل هزینه معاملات مثلا اگر زیادی انجام بدین براتون خوب نیست، چون هزینه‌هاش کمه، هزینه های این مبادله شما رو اصطلاحا میگن سرمایه‌گذار وحشی میکنن، میارن تو بازی.